درود و شبتان بخیر. به خبر ساعت 10 سلو و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. واکنش ها درباره پیشنهاد عمران خان برای ایجاد حکومت موقت در افغانستان. امرالله صالح سیاست پاکستان را در برابر افغانستان سیاست انعطاف ناپذیر و نظامی گرایانه می داند. این سیاست تأسف بار نه تنها باعث خونریزی بیشتر در افغانستان شده است، بلکه سبب رکود اقتصاد پاکستان نیز شده است. آمادگی نیروهای امنیتی برای پیکار با هراس افغانی. نیروهای امنیتی از آمادگی هایشان برای پیکار با هراس افغانی در سال روان اطمینان می دهند. دو انشالله دو درزه که شکست خورده ده بیا بم شکست خوری. اطمینان می تیم که تا آخرین قطره خون از سر خود تیر هستیم. گشایش بزرگترین کارخانه ذوب آهن و نخستین کارخانه پروسس جلغوزه در کشور. رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش این کارخانه ها استقلال اقتصادی را بعد داشتن یک استقلال سیاسی ضروری می داند. امانت حکومتداری به ما تعلق نگرفت. همیشه پیش بینی شانی نبود که یک ما از اعتماد سرمایه‌گذار اعتماد مردم ایجاد میشه، اعتماد دنیا ایجاد میشه و کار تولید میشه. و خواست امریکا از روسیه برای بیرون کردن سربازان روس از ونزوئلا. من صادق امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پیشنهاد عمران خان نخست وزیر پاکستان برای ایجاد حکومت موقت با واکنش های بیشتر روبرو شده است. از این میان امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و معاون نخست اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری سیاست پاکستان را در برابر افغانستان سیاست انعطاف ناپذیر و نظامی گرایانه می داند و هشدار می دهد که مردم افغانستان در برابر پاکستان سر تعظیم فرو نخواهند آورد. در این میان گروه از زنان در یک نشست اعتراض آمیز در کابل گفته های عمران خان را مخالف اصل های روابط جهانی می دانند. از سوی دیگر گروه از جوانان در برابر سفارت پاکستان اعتراضات را برا انداختند. همزمان با این وزارت امور خارجه می گوید که پس از عقب نشینی نخست وزیر پاکستان از گفته هایش درباره حکومت موقت در افغانستان، سفیر کشور که از اسلام آباد به کابل فراخوانده شده بود دوباره به آن شهر خواهد رفت. امرالله صالح معاون دست انتخاباتی دولت ساز در واکنش به پیشنهاد عمران خان از بهر ایجاد حکومت موقت در افغانستان میگوید که سیاست های نادرست پاکستان در برابر افغانستان سبب خونریزی بیشتر در این کشور شده است. سیاست پاکستان درباره افغانستان بسیار غیر انعطاف پذیر و نظامی گرایانه است که با در نظر داشت منافع نظامی و منافع استخباراتی به پیش برده می شود. متاسفانه این سیاست جدا از جنبه های دیگری چون جنبه اقتصادی و ارتباطات مردم با مردم است. این سیاست تأسف بار نه تنها باعث خونریزی بیشتر در افغانستان شده است، بلکه سبب رکود اقتصاد پاکستان نیز شده است. اینجا شبکه زنان افغان در کابل نیز نشست اعتراض آمیز را در برابر گفته های عمران خان برگزار کرده است. خود مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت خود هم زنان و مردان افغان تصمیم می گیرند. بر هیچ کشور و هیچ فرد اجازه نمی دهیم که در تعیین سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیرند یا مداخله کنند. از حکومت های پاکستانی و استخباراتی از داشتن این خودش یک شک به میان میاره و ما فکر میکنم پروسه صلح را متاثر میسازه به شکل منفی است. خوب است که اجازه بدن که مردم افغانستان خودشان تصمیم بگیرن که چی نوع حکومت میخوان و این پروسه صلح را میخوان که از کدام طریق بسلا ما بتانیم که بر یک صلح پایدار برسیم. گروهی از جوانان نیز امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل در واکنش به این گفته ها اعتراض کردند. افغانستان یا مستقل، آباد او پرمختل هیواد دی او هیچ وقت به دوی دغه شوم هدفونه چې دوی حتی په خپلو خبرو سره څرګند کړل دلته په افغانستان کې عملی نشي. حکومت پاکستان به خصوص نخست وزیر پاکستان بدونه کې مردم افغانستان همواره در کنار حکومت شي، حکومت افغانستان همواره تلاش میورزه تا حد اقل افکار عامه و تمام حرف هایی که شهروندان افغانستان با خود داره و با خود داشته باشه. اما
پاکستان میگوید که هدف اصلیش در افغانستان زمین سازی به برقراری آتش بس و کاهش خشونت هاست. پاکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان پشتیبانی میکند. پاکستان کمک میکند تا طرف های گوناگون اطراف میز بنشینند و اختلاف هایشان را حل سازند و اعتماد سازی شود و آتش بس برقرار و در خشونت ها کاهش به میان آید. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته است که از گفته های عمران خان درباره ایجاد حکومت موقت در افغانستان از سوی رسانه ها برداشت نادرست شده است. نیروهای امنیتی در هرات از آمادگیشان برای پیکار با هراس افغانی در سال روان اطمینان می‌دهند. شمار از مقام‌های نیروهای امنیتی هنگام ستایش از سوی باشندگان هرات اعلام کردند که هرگاه مخالفان مسلح دولت جنگ را ادامه دهند با آنان خواهند جنگید. سربازانی که تازه از سنگرهای داغ نبرد برگشتند و از سوی مردم هرات ستایش می شوند. این مراسم برای تقدیر از دستاوردهای اخیر سربازان در میدانهای جنگ از سوی اداره محلی هرات برگزار شده است. سربازان نیز به مردم اطمینان می دهند تا پای جان برای تأمین امنیت کشور خواهند رسمید. اطمینان میتیم که تا آخرین قطره خون از سر خود تیر هستیم و از حاکمیت ارضی تمامی ارضی ناموس ملی افغانستان به بلس دفاع میکنیم و دفاع خواهد کردیم. دو انشالله دو درزه که شکست خورده ده بیا بم شکست خورید مونگ ده دی ولس را ده دغه ده چه وعده ده چه انشالله مونگ به دغه کړو دونه به ساتنه کړو خب نه را بیا بیا دو داس نظام بیا نشي راوستی دو چه خپل بیرته خپل ده نظام را ولی ده طالبان شلم سیکر شکست ورکړی هر ولیتو کی اینا بر اینا خواب و خیال و محال است. تا وقتی که ما در این نظام هستیم هیچ وقت نمیبانیم که دستاوردهای نیروهای امنیتی زیر پا شود و توسط حمایت مردمی ما در اینجا یک از تمام گوشه افغانستان در این اردو جمع شدیم و ما همیشه دفاع میکنیم از افغانستان. فرمانده قول اردوی 207 ظفر پشتیبانی مردم و حکومت را از نیروهای امنیتی در بلند بردن انگیزه این نیروها در جنگ با هراس افغانی اثرگذار میداند. پروژه اقتصادی که در هرات و باستان ما هست و موضوعاتی که ما موضوعات اقتصاد است، موضوعات انتخابات ریاست جمهوری است، این برنامه را می خواهی مختل بسازه و تشویق مردم، حمایت مردم ما را مورال می ده همیشه و سربازهای ما، به افسرهای ما، به ساتنمانهای ما، به پلیس ما، به امنیت ملی ما را مورال می ده. والی هرات شهروندان کشور را آسیب دیدگان اصلی جنگ کنونی می داند. خواهش مزروعی است که بالاخره برادرکشی و مسلمان کشی باید استاد شود. چه ما بکشیم، چه اونا بکشن، یک افغان کشته میشه و یک فامیل افغان از محروم میشه و اولاد افغان یتیم میشه و خانه یک افغان خراب میشه. نیروهای امنیتی به خاطر نبردهایی که در مقابل مخالفان مسلح داشتند و دستاوردهایی که اخیراً در این نبردها کسب کردند، امروز از سوی شهروندان هرات مورد تقدیر قرار گرفتند. این نیروها میگویند تمام تلاششان را برای حفظ امنیت شهروندان کشور انجام خواهند داد. فریبا آرام، تولو نیوز، هرات. بزرگترین کارخانه ذوب آهن کشور و نخستین کارخانه پروسس جلغوزه پس از چاشت روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهور گشایش یافتند. رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش این کارخانه ها استقلال اقتصادی را برای داشتن یک استقلال سیاسی ضروری میداند و میگوید که تا دو هفته دیگر زمینه را برای سرمایه گذاران بخش فولاد فراهم خواهد ساخت تا در معادن کشور سرمایه گذاری کنند. از سوی هم رئیس جمهور غنی در پاسخ به شکایت های صاحبان صنایع از سیاست های قیمت شکنی و دمپنگ کشورهای همسایه میگوید که در سطوح بالا با مقام های این کشورها گفتگو خواهد شد و نیز در برابر سیاست های تعرفه ایشان سیاست های همسان روی دست گرفته خواهد شد. رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش این کارخانه ها جلغوزه و صنعت ذوب آهن را دو سوی سکه سیاست اقتصادیش میگوید و سرمایه گذاران می خواهد که بیشتر سرمایه گذاری کنند. از اعتماد سرمایه گذار اعتماد مردم ایجاد میشه، اعتماد دنیا ایجاد میشه و کار تولید میشه.
پیتمینان سر کارو که یوبول اوبونه انشالله نخوزیگی. رئیس جمهور غنی همچنان از ظرفیت صادرات 4 میلیارد دلاری فرآورده های کشاورزی افغانستان سخن میزند. او میگوید که نوبت آن فرا رسیده است تا به هر یک از این فرآورده ها توجه ویژه شود. کچالوی بامیان در آذربایجان بازار دار. ما دیگه نمیخوایم کچالوی بامیان به پاکستان بره. و پس به ما صادر شد. این اصلاحات که ما میانیم در سکتور آهن و جلغوزا، این حال میانیم در دیگه سکتورها مختلف مثل گندم. در یک سال گذشته با آغاز روند صادرات جلغوزی افغانستان با نام افغانستان تا کنون بیش از 1350 تن جلغوزه به چین صادر شده است. In the future, China will import در آینده ما تولیدات بیشتر افغانستان را وارد خواهیم کرد. به افغانستان در توسعه صنایع پروسس فرآورده هایش کمک خواهیم نمود و افغان های بیشتر را آموزش خواهیم داد. جلغوزو اقتصادی اهمیت پکتو سر سکل جلات ما ولی سمشت سکل موگ اتا اشر دو میلیون نیالگی سکل دو. از سوی هم مسئولان کارخانه های میهن استیل و بزرگ افشان از حکومت خواست های دارند. پایان آمدن قیمت های کالاهای واردات کشور همسایه و قیمت شکنی از جانبشان در مارکت ها به سطح است که حتی قیمت مصرف داخلی ما را پوره نمی کنند و منجر به شکستگی فابریکات موجود کشور خواهد گردید. اړوند ادارو ته جدی سپارښتنه وشي چې د جلغوزی او د کچاک د بندیدو لپاره جدی ګامونه واخیستل شي. در حال حاضر شرکت برشنا تنها 50% از برق مورد نیاز میهن استیل را فراهم می سازد. کمبود برق از مشکلات بزرگ تمامی صنایع در کشور است. شمار از خانواده ها و دانش آموزان مکتب فیض محمد کاتب وزارت معارف رئیس جمهور و معاون دوم وی را به بی‌پروایی در برابر خواسته هایشان برای ساختن ساختمان این مکتب متهم می سازند. مدیر این مکتب می گوید که در 8 سال گذشته بیش از 100 نامه رسمی برای رئیس جمهور پیشین وزیران معارف و معاون دوم رئیس جمهور غنی فرستادند و از آنان خواستند که برای مکتب فیض محمد کاتب یک ساختمان بسازند، اما تا کنون این مکتب ساختمان ندارد. ساختمان برای 6000 مکتب یادآوری کرده بود. با آنکه رئیس جمهور در آغاز سال آموزشی پارسال و امسال وعده سپرده است که هزاران مکتب تازه ساخته خواهد شد، اما خانواده های دانش آموزان مکتب فیض محمد کاتب در کابل میگویند که حکومت به خواست های آنان برای ساخت این مکتب هیچ توجهی نکرده است. وزارت معارف آمد گفت که شما جایشان را یک مقدار انبار کنین، باز ما برای شما تعمیر درست میکنیم، که متاسفانه این جامعه عمل نپوشید. نمیدانم که تبعیض از کجا است و چرا تبعیض میکنه برای ما. تعمیر نداریم که درس بخونیم، سال یک تعمیر میکردیم. یک سال پیش کودکا در امی منطقه در مکتب فیض محمد کاتب که در روی امی تپه بودند در فضای باز درس میخواندند. وزارت معارف تعهد سپرده بود که برای این کودکا ساختمان این مکتب را حتما میسازه، اما اکنون هیچ ساختمانی ساخته نشده و مردم به گونه طنزآمیز سنگ تهداب این مکتب را خودشان ماندن. ما امروز مکتب را با بودجه $30.16 به شکل اعتراض‌آمیز افتتاح کرده. مدیر لیسه فیض محمد کاتب میگوید که مقام های وزارت معارف در 8 سال گذشته از بهر ساخت این مکتب وعده سپردند، اما تا کنون به وعده هایشان وفا نکردند. در حدود بیشتر از 100 مراتبه ما شکایت خود به پارلمان کشور، به ریاست جمهوری دوره رئیس جمهور قبلی آقای کرزی صاحب و همچنین به رئیس جمهور فعلی و همچنین به معاونیت دوم ریاست جمهوری بارها شکایت کردیم. تلاش میکنیم در جریان امسال در قسمت ساختی مکتب ما گام عملی برداریم. در لیسه فیض محمد کاتب 5000 دختر و 4000 پسر در خانه های کرایی آموزش میبینند. تا لحظات دیگر، شکیلا ابراهیم خیل برنده یک جایزه جهانی حقوق بشر. ادامه خبرها. شکیلا ابراهیم خیل خبرنگار پیشین طلوع نیوز یک جایزه جهانی حقوق بشر را دریافت کرد.
بانو ابراهیم خیل که اکنون در بخش افغانستان رادیوی صدای آلمان کار میکند، از بهر تلاشهایش جایزه فعال در عرصه حقوق بشر را از یک جشنواره فیلم در هلند در هماهنگی با سازمان عفو بین الملل به دست آورد. مستند رویارویی با اژدها که توسط صدیقه مجددی ساخته شده است، فعالیت دشوار نیلوفر ابراهیمی یک نماینده مجلس و شکیلا ابراهیم خیلی یک خبرنگار زن را در جامعه مردسالار و در حال جنگ افغانستان به تصویر می کشد. این فیلم یکی از 8 مستند است که در بخش فعالان جشنواره فیلم هایی که اهمیت دارند نامزد بود و سرانجام جایزه نیز دریافت کرد. یک جوان ربخان افغانستان میگوید در کارهای هنریش در ایران با محدودیت ها روبرو بود. او میگوید که در افغانستان به هیچ نگرانی موسیقی اعتراضگرایانش را به پیش میبرد. این جوان که نزدیک به 10 سال پیش پس از آن که از بهر یکی از آهنگهای انتقادیش درباره محدودیت ها بر مهاجران افغانستان در ایران به 2 سال زندان محکوم شد به افغانستان آمد. بیش از 40 دختر و پسر جوان از بهر شنیدن آهنگ های نخستین آلبوم احمد ضیا به اینجا آمدند. احمد ضیا برای این گروهی از دوستانش چند آهنگ را از نخستین آلبومش اجرا می کند. گونه‌ای از موسیقی که هنوز در افغانستان تازه گفته می شود. موسیقی رپ در افغانستان یک موسیقی نوپایی هست و هنوز حتی به حداقل های استاندارد خودش هم نرسیده، ولی خب کلا موسیقی رپ یک موسیقی هستش که مخاطب جذبش میشه به مرور زمان. آلبوم تصمیم 15 آهنگ دارد که همه آهنگ های آن داستان های به هم پیوسته هستند که احمد ضیا خود آن را نوشته است و محتوای آنها نقد کارکردهای حکومت است و نیز چرایی عادی شدن جنگ را برای شهروندان افغانستان بازتاب می دهد. 15 ترکی که در این آلبوم هست، 9 تایش میشه گفت آهنگ هایی هست که میشه گفت که ضرب آهنگ دارد، آهنگ هایی هست که شعر سرش زیاجان نوشت و کار کرده، 6 آهنگ دیگر که هست اسکیت هستند. احمد ضیا میگوید که با خانواده‌اش در ایران زندگی میکرد، اما نزدیک به 10 سال پیش پس از آن که با ضمانت از نزد پلیس ایران رها شد، فرار کرد و به افغانستان آمد و فعالیت‌های موسیقیش را در افغانستان ادامه داد. او سالا که بود ایران یک فضای چیز داشت برای مهاجرین، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. من خودم خیلی اذیت شدم، کلن دلنوشتهای خودم بود که او را خواندم. یک موضوع چیز بود که در ایران نشینیم بریم از ایران، که نام آهنگم بریم از ایران بود که به لهجه ایرانی بود که او زمان ما خواندم. این باعث شد که خیلی جنجالی برام شود. 2 سال پیش تصمیم گرفتند که گروه موسیقیشان را کلاغ‌های سفید نام بمانند و چرایی انتخاب این نام را از بهر داستان‌های همسان و هممانند زندگی‌های هر 4 عضو این گروه موسیقی می‌گویند. تا لحظات دیگر تأکید رولاغنی بر اهمیت نقش زنان در بهبود وضع اقتصادی افغانستان. و در ادامه، رولاغنی نخست بانوی کشور در نشست بررسی دستاوردهای برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان بر اهمیت نقش زنان در بهبود وضع اقتصادی افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که حکومت وحدت ملی در توانمندسازی اقتصادی زنان برنامه‌های بنیادی را عملی ساخته است. در همین حال وزیر امور زنان می‌گوید که در حال حاضر بخش زیاد از زنان روستانشین نقش کم در اقتصاد و تصمیم گیری ها دارند. با گذشت 2 سال از راه اندازی برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان، مسئولان 13 نهاد حکومتی اینجا گرد آمدند و از کارکردها و دستاوردهایشان در روند عملی سازی این برنامه گزارش می دهند.
وزارت زیاد به 46,197 خانم بی‌وظاهت و روستایی زمینه کار و همچنان به شکل مستقیم از خدمات وزارت زیاد مستفید شدن و غیر مستقیم تعدادشان به 1,38,528 تن میرسد. اتنیم سوانور مرمنی استخدامه بود او همدارنګه 55 تنه د خپل وزارت هغه مېرمن ته مو د لیسانس او ماستری په کچه باندې د لوړ تحصیلاتو زمینه مساعده کړي دي. در همین حال وزیر امور زنان در این نشست از بخش های نام میبرد که تا کنون تلاش های لازم برای توانمندسازی زنان در آن بخش ها انجام نشدند. باید تلاش مضاعف در راستای بسترسازی فرهنگی و آگاهی عامه در راستای پذیرفتن نقش اقتصادی زنان صورت گیرد. نه تنها جامعه و مردان، بلکه خود زنان نیز باید آموزش ببینند تا به خودباوری و خودکفایی برسند. از سوی هم نخست بانوی کشور در این نشست توانمندسازی اقتصادی زنان را گام بزرگ در راستای بهبود اقتصاد کشور میگوید. توانمند ساختن زنان توانمند ساختن جامعه می باشد. ای بسیار مهم است. ما اینطور نمی کنیم که پشتیبانی خانوما می کنیم از خاطر که خانوما هستند. نه، از خاطر که به منفع تمام جامعه هستیم. وزارت کار و امور اجتماعی که نهاد هماهنگ کننده برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان است، قرار است گزارش واحدی از گزارش‌های ارائه شده در این نشست آماده سازد و چالش‌ها و پیشنهادات را در پیوند با عملسازی این برنامه‌ها در جریان امسال ارائه کند. تمامی از این پیشنهادات مطرح شده در 13 گزارش را تحلیل خواهند کرد و هر آن پیشنهادی را که بتانه جنبه عملی داشته باشد در یک پلان تطبیقی خواهند گنجانید و پس از تصویب کمیته رهبری جزء اقدامات بعدی ما خواهد شد. برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از تعهدات حکومت وحدت ملی به هدف بهبود وضع اقتصادی زنان در کشور بوده است که در ماه مارس سال 2017 میلادی براه انداخته شد. تا لحظات دیگر، زمانی که وزش بادهای نیرومند یک مرد را در ترکیه به هوا پرتاب می کند. باز جهان همزمان با گسترش روابط نظامی روسیه و ونزوئلا، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه میخواهد که سربازانش را از ونزوئلا بیرون کند. گفته می شود که اکنون روسیه بیش از 100 سربازش را به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا فرستاده است. و وزش بادهای تند نیرومند یک مرد را در شهر عثمانی ترکیه به هوا پرتاب کرد. تصویرها نشان می دهند که بادهای تند و نیرومند این مرد را به ارتفاع 3 تا 4 متر به هوا پرتاب می کند. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت طلوع سپاسگزارم. شبتان بخیر. خدا نگهدار. و اما سرخط خبرها در طول نیست. واکنش ها در باره پیشنهاد عمران خان برای ایجاد حکومت موقت در افغانستان. امرالا صالح سیاست پاکستان را در برابر افغانستان سیاست انعطاف ناپذیر و نظامی گرایانه می داند. آمادگی نیروهای امنیتی برای پیکار با حراس افغانی. نیروهای امنیتی از آمادگی هایشان برای پیکار با حراس افغانی در سال روان اطمینان می دهند. گشایش بزرگترین کارخانه ذوب آهن و نخستین کارخانه پروسس جلغوزه در کشور. رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش این کارخانه های استقلال اقتصادی را برای داشتن یک استقلال سیاسی ضروری می داند. و خواست امریکا از روسیه برای بیرون کردن سربازان روس از ونزوئلا. و
وزیر خارجه آمریکا کاهش شمار نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان وابسته به چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان می‌داند. مایک پومپیو می‌گوید که داعش و القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارند و ایالات متحده برای پیکار با خطرهای برخاسته از این گروه‌ها می‌خواهد که یک ظرفیت ضد هراس افغانی در این کشور داشته باشد. در همین حال منابع در حکومت میگویند که رئیس جمهور غنی در دیدار با نمایندگان قطر خواسته است که دور دوم نشست مسکو که در دوحه برگزار خواهد شد تا پس از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح به تأخیر بیفتد. وزیر خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده تمامی تلاشهایش را برای آوردن صلح به افغانستان هماهنگ ساخته است و خودش تقریبا هر روز با زلمه خلیلزاد در این باره گپ میزند. تلاش های من را برای مصالحه هماهنگ ساخته ایم تا دیده شود که چگونه میتوانیم سطح خشونت ها را پایین بیاوریم و سپس گفتگوهای واقعی را برای یک راه حل سیاسی آغاز نماییم. اما همیشه متوجه خطرهای داعش و القاعده در افغانستان هستیم، زیرا آنان هنوز هم در آنجا حضور دارند. همیشه مواظب این هستیم که توان مبارزه با هراس افغانی را داشته باشیم تا با این تهدیدها مبارزه نماییم. از سوی دیگر منابعی در حکومت میگویند که رئیس جمهور غنی در دیدار با نمایندگان قطر خواسته است که نشست میان سیاستگران کشور و طالبان در دوحه پس از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح برگزار شود و او پس از برگزاری این جرگه درباره شرکت در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. هغه کسان چې مسکو غونډه کې نو امکان لري هغوی هم وي، همدارنګه حکومت چې په خپل منځ کې ویشلی ده، امید ده چې د حکومت ډیره برخه من حیث جز په دغه مذاکراتو کې ګډون وکړي. اما منابع دیگری میگویند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به روز شنبه هفته آینده با رئیس جمهور غنی گفتگو خواهد کرد و از وی خواهد خواست که نمایندگان حکومت را برای شرکت در نشست دوحه معرفی نماید. پر مشخصه وقت به د قطر کانفرنس دایریږي او دا خلک به کې ګډون کوي. او دومه خبر داره چې زه امیدوار یم چې حکومت به هم په دې موافقه آخر ورسیږي چې په دې کانفرنس کې خپل خلک معرفي کړي او د دغه خلکو سره یو ځای واستوي. در همین حال زلمه خلیلزاد دور تازه سفرش را به کشورهای منطقه و جهان آغاز کرده است و وزارت خارجه امریکا گفته است که آقای خلیلزاد از بحر گفتگو درباره ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همشمول به کابل نیز خواهد آمد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای برگزاری انتخابات امسال 192 میلیون دلار بودجه پیش بینی کرده است. این نهاد میگوید که این پول را دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده خواهند پرداخت. در همین حال نامزد وزیر وزارت امور داخله از آمادگی ها برای تامین امنیت این روند سخن میزند. نشستی از بحر امضای تفاهمنامه همکاری های نهادهای دخیل در انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بررسی های نخستین را درباره بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شمول انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و انتخابات مجلس ولایت غزنی انجام دادند. 192 میلیون دلار بودجه ابتدایی پیش بینی شده که دو مرجع ها داریم. اول دولت افغانستان، وزارت محترم مالیه و نهادهای کمک کننده بین المللی که هر دوی از این تاکنون همکار هستند، اما این همکاری از این مشروط به ارائه همو طرح بودجه مشخص کمیسیون انتخابات است. در این نشست نهادهای همکار در روند انتخابات از جمله نهادهای امنیتی و دفاعی کشور از تامین امنیت در روند انتخابات اطمینان می‌دهند. پلانگذاری های شامل و کامل با آموخته های از درس های انتخابات های قبلی اطمینان دادیم.
در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که اگر در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات بنیادی به وجود نیاید، برگزاری یک انتخابات شفاف دشوار خواهد بود. بهای آموزش کودکان در بخش هایی که در آن آتش جنگ می سوزد گرانتر از هر چیز دیگر است. مانند خانواده ای که در ولسوالی خوگیانه ننگرهار که 7 کودک این خانواده در هنگام رفتن به مکتب پاهایشان را از دست می دهند و 3 کودک دیگر این خانواده همراه با مادرشان کشته شدند. اما از دست دادن پاها مانع ادامه آموزش این کودکان نشده است. شریف امیری خبرنگار طلوع نیوز شور و شوق این کودکان ننگرهاری را به ادامه آموزش و راه های دشوار رسیدن به رویاهایشان را در این گزارش به تصویر کشیده است. پیچیدگی های راه دشوار آموزش در بخش های ناامن با شنیدن سرگذشت این کودکان برجسته تر می شوند. همه با هم در دور افتاده ترین بخش های ولسوالی خوگیانی ننگرهار به مکتب می رفتند و نمی دانستند که آن روز آخرین روز مکتب رفتنشان بود. داستان این رویداد قسمی بوده که شب خانه اینا به خط جنگ بوده بین طالبا و نیروهای امنیتی افغان. وقتی کودک ها صبح میرن به طرف مکتب میبینن که ایجا در پیش خانه ایشان یک موشک افتیدگی است و یکی از این کودک ها میایه بر این موشک دست میزنه و این انفجار میکنه و این زمان است که مادر این کودک ها یک دخترک خورده شده بغل داشت که او هم با دخترش جان میته و 2 تن از این کودک های دیگه هم در این رویداد جان میتن و 7 تن دیگر از این کودک ها زخمی میشن. اما نبود پا مانع ادامه سفر آموزشی اینان نشد. آموزگار به کمک مردم محل اینان را در خانه آموزش میدهند. ادامه آموزش در این اتاق تاریک امیدهایشان را به افقهای یک آینده روشن دوباره زنده کرده است. آن انفجار توانست که هر 2 پای شفیق را از بین ببرد، اما ذهنش برای پیشرفت هنوز از بین نرفته است. منگا دی به در دولی هم منگا حوصله لرو چی پاینده که اوچرا نجور چی اباد دیوی زموک گران حیوات افغانستان. آواز رابعه 8 ساله سکوت این کشتزارها را می شکند. او هم یک پایش را در آن رویداد از دست داد. اما با وجود درد پایش، شور و شوق آموزش چنان در دلش موج می زند که در همین صنف اول سواد خواندن و نوشتن را دارد. زغار چی پاینده که سکاره شی؟ زغار چونده که دکتر شی. در سوی دیگر این کشتزارها پدرش برای پیدا کردن لقمنان عرق می ریزد. داغ ما شمان چکم دی دار دیر چه دی داز مرمه یواز واوری نو درنگونه تک تور واوری شندی تک نشی دی ویری نا زکا دو دی مندی زمینه نلری. این کودکان همه عضو یک خانواده هستند و این تنها نمونه کوچک از پیامدهای جنگ است و هنوز می دانند که برای رسیدن به هدفهایشان راه های پرخم و پیچ در پیش دارند. اما می پرسند که آیا جنگ کم از کم اجازه گام نهادن به پیش را به اینان خواهد داد؟ بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان برای پیشگیری از تلفات نیروهای امنیتی در نبردها تصویری را روی یکی از دیوارهای سمنتی سفارت آمریکا در چهارراه مسعود شهر کابل نقاشی کردند. این نهاد میگوید که در این نقاشی کشته شدن‌های بی‌رحمانه نیروهای امنیتی نکوهش و محکوم شدند. در این نقاشی نیمرخ قهرمانانه که همانا خانواده های سربازان نیروهای امنیتی هستند بازتاب یافته است. تصویر سرباز باسی کودک روی این دیوار سمنتی سفارت امریکا در چهارراه مسعود در حال شکل گرفتن است. ما منعیسی یک مسئول یک نقاش خواستیم که امروز تصویر اینا را به تصویر به دیوال ازیب بکشیم تا در از آن مردم ای را جا بتیم فقط تشکری بکنن و ببینن که چیگونه نیروهایشان با خاک و خون کشیده میشه و جانهای شیرین خودن دست میتن در مقابل دفاع از خاک از مردمش.
هدف این نقاشی که از سوی بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان انجام می شود، نیکوهش و محکوم ساختن تلفات بلند نیروهای امنیتی در جنگ هاست. یکی از سربازهای اردوی ملی ما شهید می شوند، شما ببینید که یا خانواده دارند. هر کدام از تعداد از فامیل از اگر ما حساب کنیم 5 نفر 6 نفر هستند. پیش از این نهاد کتاب را زیر نام نیمرخ قهرمانان با بیش از 20 داستان زندگی سربازان و افسران جانباخته و معلول نیروهای امنیتی چاپ و پخش کرده است. این کتاب داستان‌های دردناک از خانواده‌های سربازان جانباخته و معلول روایت می‌کند و نشان می‌دهد که پس از آن که سرباز جان می‌دهد و یا معلول می‌شود، دیگر به خانواده او توجه نمی‌شود. ارزش بیش از 650 میلیون افغانی 176 پروژه توسعه‌ای در کابل و ننگرهار عملی خواهند شد. وزیر احیا و انکشاف اتحاد میگوید که شمار بزرگ از این پروژه ها در بخش آبیاری زمین‌های کشاورزی خواهند بود که با عملی شدن آنها زمینه‌های آبیاری نزدیک به 30,000 جریب زمین فراهم خواهد شد. پیمان یکی از این پروژه ها به یک شرکت خصوصی واگذار شده است و پروژه های دیگر از سوی شوراهای توسعه روستاها عملی خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات نخستین پروژه های سال نو هجری خورشیدی اش را در 6 ولسوالی ننگرهار که قوم شینوار در آنها بود و باش دارند و 6 ولسوالی کابل به راه انداخته است. وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم امضای پیمان های این پروژه ها می گوید که 31,000 خانواده از عملی شدن این پروژه ها بهره خواهند برد و نزدیک به 20,000 جریب زمین در ننگرهار و 10,000 جریب زمین در کابل آبیاری خواهند شد. او پروژه هایی که باز از همون ظرفیت شورا بالا میشن، ما مجبور استیم که او را باز چون بسیار کار تکنیکی کارش است. شما دیدین که او هم حساب کانال آبیاری بود. ما یک پروژه در 176 پروژه خود داریم. او پروژه هایی که از لحاظ تکنیکی کمی پیچیده تر می باشه، باز ما مجبور استیم که رجوع کنیم به شرکت ها و از طریق تدارکات شرکت باز برندیز میشه. افزون بر ساخت آبراها، ساخت دیوارهای استنادی و ساخت مکاتب بخشهای دیگر این پروژه هستند. هرچند در نتیجه جنگ ها بخشهای گوناگون 6 ولسوالی شینوار آسیب دیدند، اما باشندگان این ولسوالی ها ساخت 23 مکتب را در اولویت خواستهایشان قرار دادند. مونگا مخکی چه بود وزیر صاحب اولت مشد آیاتان در ولگل مونگا مدیر و خبری پا مکاتب و اوپدغو سرکلی دی په سربندو په کورو په ورانېدو موږ بې وزله او بې وزله دغه خلک یو چې دا به راسره کا. از مجموع بیش از 650 میلیون افغانی قرار است 183 میلیون افغانی آن در ولسوالی های چهاراسیاب، خاک جبار، موسیی، دیسبز، بگرامی و سروبی کابل هزینه شوند. استنادی دیوال، گبین دیوال دا از شیلبور لخاطر است تقریبا 300 جرم هم زکت نالان البچکی او تقریبا یاس یو سلواتیا کور ته 200 پورې دا کورو تا یو هغه ونی دا چلاساز دغه کی. بودجه این پروژه ها از سوی حکومت افغانستان، بانک جهانی و برنامه توسعه کشاورزی فراهم شده است. شمار معتادان مواد مخدر در کندز نزدیک به 30,000 رسیده است. شمار از باشندگان کندز میگویند که افزایش شمار معتادان مواد مخدر این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته نابسامانی های بسیاری را به بار آورده است و نیز نظم شهر کندز را برهم زده است. آنان میگویند حتی شمار از این معتادان شب هنگام برای دزدی به خانه های مردم میروند. گشت و گذار معتادان مواد مخدر همانند ولایت های دیگر در کندز نیز مشکل ساز شده است. شماری از باشندگان شهر کندز می گویند که معتادان مواد مخدر به گونه آزادانه مواد مخدر به دست می آورند و در کنار جاده ها و نزدیک خانه های مردم از آن استفاده می کنند. پدی ورسته که در معتادین و شمیر پا کندز که زخت زیاد دیر شویده د دولت څخه مو هیله داده چې اول خدای ته د کار زمينه برابره کړي ترڅو یو ځوان په کار باندې وي هیڅ ډول عمل د مخ ته راړوي. خو اوس چې ځکه شمیر زخت زیات دی نو هر څه نه ضرور داده چې اوس د دې درملنه کې کوټلې ګمونه پورته کړي او د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي. در ولایت کندز در این اواخر همې پودریا بیخي زیات شده و حتی در خانه های مردم می دراین که اجناس قیمتی را از پیشان می بره و کسی که در راه تیر می شده 15 نفر بالایشان می شه پیسیشان و حتی موبایلشان که در پیششان است از پیشان می گیره. از دولت خواهش عمومی است که باید
به زودترین فرصت بالای انمی مسئله اقدام کنه. شورای ولایتی کندوز نیز از افزایش شمار معتادان در این ولایت نگران است و میگوید که برای هر 1000 معتاد در این ولایت تنها 70 بستر وجود دارد. بر بنیاد برخی از آمارها از میان 30000 معتاد ماده مخدر در کندوز در حدود 30% زنان و کودکان هستند. من غواره چې دا شفخانه دلته 100 بستر سي او که 100 بستر نسي چې هغه معتادین راځي دلته ثبت نام کوي چې سلویک ورځې بعد هغه ته نوبت رسیږي. یعنی تاسو ډېر زره په زره د سلویک ورځې کوي شاید هغه آخري معتاد ته شل کاله بعد هم نوبت ونه رسیږي. با این حال رئیس شفخانه درمان معتادان مواد مخدر در کندوز میپذیرد که شمار معتادان در این ولایت افزایش یافته است. من یو ډېر ساده لار ورته جوړ کړی چې هغه پاړو په فامیلونو کې په کورنیو کې تداوي کو یو ټیم لرو سیار هغه ورلیږو. اما بعضن داسې حالات سره مخامخ کېږو چې یو کس د امام صاحب نه راځي یا یو کس د چاردرې نه راځي د یولس لرې ځي نه راځي چې هغه په دې ښار کې ژوند نه کوي زمونږ ټیم هلته نشي ورتللی. نو موږ په مشکل سره مخامخ کېږو. اکثرا په هر هفته کې ښځینهیو دلته مراجعه کوي او موږ خپل معذرت ورته وړاندې کوو چې موږ نشو کولی تاسو ته کومک وکولی چې امکانات د ښځینه لپاره نه لرو. یکی از انتقادهای باشندگان کندوز این است که چرا معتادان مواد مخدر به آسانی مواد مخدر به دست می آورند. سرقام تخمینیه که نزد ادارات مربوط به به ویژه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر وجود داره، اگر قام تخمینی هست تخمینا به 30000 معتادین در ولایت کندوز میرسیم. در آخر تعداد معتادین در ولایت کندوز افزایش پیدا کرده و کسایی که پرچم فروشی مواد مخدر میکنه تعدادی از هموطنان ما را معتاد ساختن. پلیس در قسمت گرفتاری مصمم است و تعدادشان را گرفتار کردند. و متاسفانه که یا از اطفال زیر سن به خاطر فروش مواد مخدر استفاده میکنن به شکل پرچون. کندوز از جمله ولایت هایی است که کشت کوکنار در آن صفر گفته می شود. اما کشت کوکنار ظاهرا در ولایت های دیگر از جمله بدخشان ظاهرا زمینه را برای صادرات مواد مخدر به این ولایت فراهم ساخته است. شنوندگان ننگرهار میگویند که فرهنگ کتابخانی در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته گسترش یافته است. شمار از کتاب فروشان در ننگرهار میگویند که مردم در مقایسه با گذشته ها بیشتر کتاب میخرند و کار و بار آنان نیز بهتر شده است. روانشناسان به این باور هستند که کتاب خواندن اثرهای باور نکردنی بر سلامت ذهن و روان و نیز بر کردارهای آدمیان دارد. ننگرهاریان میگویند که فواید کتاب خواندن و خواص منحصر به فرد کتابخوانی را بهتر درک کردند و از همین رو فرهنگ کتابخوانی در این ولایت در مقایسه با گذشته گسترش یافته است. اینجا در بخشی از شهر جلال آباد همه روزه شمار بزرگ از مردم برای خرید کتاب میآیند و کتابهای دلخواهشان را میخرند. وسه توپیر کړي د خلکو په ذهنونو کې ډېر توپیر راغلی دی او پوه شوي دي په دې معنی چې کتاب ډېره زیاته ګټه لري، مطالعه ډېره زیاته فایده لري او د خلکو معنویات ورباندې لوړیږي. خلکو عامه پوهاوی د کمو اوس هغه عامه پوهاوی هم ډېر شوی دی، د مکتبونو شمېر هم ډېر شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د مطالعې سویه هم اوچته شوې ده، د کتابونو اخیستل هم اوچت شوي دي. شماری از فروشندگان کتاب در جلال آباد به این باور هستند که با افزایش دلبستگی مردم به کتابخوانی کاروبارشان در مقایسه به گذشته رونق گرفته است. ها پرتلا کتابونه اوس نن سبا ډیر چاپ کیږي او ماسیلین هم خدي او کتاب ډیر مراجعه کوي او په خوا به موږ کتاب مثلا په میش یا دو میش تو کې 15 دانه چاپ کولو اوس ماشاءالله موږ خو 15 پورې کتابونه چاپ کوو. دا مارکیټ ټول د کتابخانو شلو او کتابخانه جوړ شولې. نو په هغه وخت کې کوم وګورو د کتاب بازار کمزور یو ویل دغه چې پنتون نه نو مکاتب نو علمي سوي زمون دوم رپورت نه ولا کوس چې سمره ده. با این حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگویند که در کنار فراهم شدن زمینه آموزش بهتر، نشر و چاپ کتاب به زبانهای پشتو در شهر جلال آباد از عواملی هستند که باعث رشد فرهنگ کتابخوانی در این ولایت شده است. زوانان لگه دی په هغه ځینو کې کتابتونونه جوړی چې هلته مابس دی او هلته د خلک بندیان دي او د مجرمین پاتې شوي دي. نو مجرمینو ته هم کتاب هغه ډالۍ کیږي او په ولسوالیو کې هم هغه د ځوانان راټولیږي او کتابتونونه جوړی. ننګرهار از جمله ولایت هایی است که در مقایسه با ولایت های دیگر حوزه شرق زمینه پخش و نشر کتاب ها در آن بهتر فراهم است. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. We'll be right back.
در پایان هم چند خبر ورزشی تقدیم می‌گردد. وقت بخیر. خدا نگهدار. این یکی از باشگاه‌های وشو در ولایت خوست است که همه روزه تعداد زیاد از ورزشکارای این رشته به اینجا می‌آید و تمرینات وشو انجام می‌دهد. آنان از نبود جای مناسب برای این رشته ورزشی در خوست انتقاد می‌کند. زنی مشکلاش تا مثلا لکه نتا زائد کلبونه موجودیت ده او یا مسابقه دي چې کوم ورې کو بلکې مسابقه وکړو یې پر موږ ته لاس رسای نشته و داسې نور مشکلات. این ورزشکاران میگوید تمرینات فشرده ای انجام میدهد تا بتواند در رقابت های انتخابی تیم ملی وشو شرکت کند، اما تا حال این فرصت برایشان مهیا نشده است. دا نه کمربند لري او نه پرمه لري چې هر پرم درې جوزه لري، په دې کې کوتک دی او توره ده، بوکس دی، دوه سرکتونه دي او دغه تقریبا درې څلور کاله نیسي چې ته اوس تکړه وي، هر وخت راځي په ټیم راځي خپل تمرینات کوي او درې څلور کاله کې ته استاد کېدای شي. تقریبا موږ څوارلس څانګې په دې اطرافو کې د مرکز نه بیر په ولسوالیو کې لرو چې تقریبا د شپږ سوه څلور سوه شاګردان موږ لرو. د استاد اسلام زدهان تر حمایې لاندې دی او اتنی اولمپیک چې دی اوس پورې موږ مسابقات هم لرو، ډېر مسابقات مو کړي دي په داخل د ولایت کې. این در حال است که مسئولون وشوی ولایت خوست میگویند میکوشد تا بتواند رقابت‌های وشو با شرکت ورزشکاران تمامی ولایت‌های افغانستان را در این ولایت در آینده نزدیک میزبانی کند. موند مشکلات لري چې هغه المپیک رئیس یا بل څه دي کنه چې موږ ته کوم مسابقې برابر کړي، بلکې په بل ولایت کې چې دې ځینې موږ هغه نفر ولګو نړیوال قهرمان ته نه جوړ کړو مسابقې ولایتي مسابقې ته ونیسي. ورزشکاران در خوست میگوید به این خاطر به ورزش روی آورده است تا بتواند جوانان دیگر را از اعتیاد به دوری دعوت نماید تا یک جامعه سالم داشته باشند. در این دیدار نخست بازی را در بخش توپزنی کرکت بازان کلکتا نایت رایدرز آغاز کرد و توانست در 20 آور بازی با از دست دادن 4 بازیکن 218 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای کلکتا اوتاپا خوب درخشید و توانست 67 دوش اوت نشده را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای تیم کینگز 11 پنجاب تای خوب درخشید و توانست با از دست دادن کمترین دوش یک بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان کینگز 11 پنجاب بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز نکرد و نتوانست هدف داده شده کرکت بازان کلکتا را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 28 دوش به این تیم واگذار کرد که در بخش توپزنی برای تیم یاران مجیب زدران در نبود این میلیپوش کرکت افغانستان ملر خوب درخشید و توانست 59 دوش اوت نشده را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای تیم کلکتا اندی رسل خوب درخشید و توانست دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار اندی رسل از تیم کلکتا نایت رایدرز با درخشش در بخش توپزنی و توپ اندازی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. پس از حذف اتلتیکو از لیگ قهرمانان و در حالی که این تیم دیگر شانس برای فتح جام در فصل جاری ندارد، بایرن انتقال لوکاس را نهایی کرد و رسما اعلام کرد که او با قرارداد تا سال 2024 با ارزش 80 میلیون یورو از فصل بعد پیراهن باشگاه مونیخی را به تن خواهد کرد. دستمزد سالانه او 13 میلیون یورو خواهد بود و با در نظر گرفتن پاداش ها جذب لوکاس رقم نزدیک به 160 میلیون یورو برای بایرن هزینه در پی خواهد داشت. طبق ادعاهای پزشک بایرن، زانوی راست لوکاس فرناندز نیاز به جراحی دارد و در این صورت او ادامه فصل را از دست خواهد داد، ولی می تواند خود را به تمرینات پیش فصل بایرن برساند. طبق ادعای مارکا او به زودی در آلمان مورد جراحی قرار خواهد گرفت و دیگر برای اتلتیکو به میدان نخواهد رفت.